نرگس هورخش همکارم از آدنا در ترکیه با ماست. نرگس، یه تصویری به ما بده از وضعیت اونجا. بله فرداد، اینجا آدانا هست، یکی از 10 استانهایی که گواه مرگبارترین زلزله تاریخ بوده. اینجا ما در مرکز شهر آدانا قرار داریم و همونطوری که شما میتوانین ببینین و مشاهده کنین، عملیات نجات قربانیان این رویداد در این شهر همچنان ادامه داره. این یکی از ساختمانهایی است که در حال حاضر به گونه کامل ریزش کرده و از ساعتها نیروهای امدادرسان تلاش میکنند که قربانیانی که زیر این آوارها ماندن را نجات بتن. پیشتر نیروهای امداد اعلام کردند که برخی از قربانیان را تلاش میکنند از زیر این آوارها بکشند. تنها این شهر گواه چنین آسیب‌های عظیم نیست، در 9 استان دیگر هم وضعیت همچنین هست و در حال حاضر عملیات امداد در سراسر این 10 ولایت به گونه جدی ادامه داره. تا حالا بیشتر از 430 پس لرزه صورت گرفته که این ترس و رعب میان مردم این 10 شهر افزایش داده. حتی ما میتونیم ببینیم که اغلب ساختمان هایی که در این محله هستند ترک خوردن و امکان ریزش آنها هم وجود داره. بسیاری ها شهر را تخلیه کردن. فرودگاه آدانا به شدت مشغول است و این باعث شده که رفت آمد و تراکم پروازها با مشکل روبرو شود. در کنار این، هوای سرد و مسیرهایی که در پی این زلزله آسیب دیدن وضعیت را برای رسیدگی به این بحران سخت‌تر ساخته، به ویژه در استانهایی که در حال حاضر برف می‌باره و به ویژه از سمت شب وضعیت به شدت بدتر میشه. این مسئله باعث شده که امکان افزایش میزان جان باختگان را بیشتر کنه. در همین شهر در چندین نقطه‌ای که ما رفتیم دیدیم، با وجود این که امدادگران ساعت هاست مشغول کار هستن، اما نتوانستن که افراد را از زیر آوار بیرون بکشن. در هر صورت انتظار میره که میزان قربانیان به شدت افزایش پیدا کنه و همین طور در سوی دیگر دولت ترکیه در بخش‌های مختلف با نهادهای بین‌المللی و نهادهای کمک‌رسانی که در داخل ترکیه هستند تلاش می‌کنند به بخش‌های مختلف برسند. به ویژه استان آهاتا یکی از استان‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده، بیشترین قربانیان را در خودش داره و به دلیل اینکه راه‌های مواصلاتی به آن شهر آسیب دیده بودن و کامل تخریب شده بودن، در یک روز گذشته کمتر نیروهای امداد رسان توانستن آنجا برسن. اما حالا به نظر میرسد دولت ترکیه بیشترین تمرکزش را به این شهر داشته و در گزارش هایی که ما در ساعت های گذشته دادیم، بخشی از افراد به شمول زنان و کودکان از زیر آوارها بیرون آورده شدند. نیروهای نظامی هم سهم خودشان را دارن. گفته شده که بیشتر از 7000 نظامی به این شهر تنها فرستاده شده و کشورهای جهان هم تا حالا آمارهایی که وجود داره بیشتر از 3000 امدادگر را به این 10 شهر فرستادن. در کنار این که تلاش میکنن کمک های بشری و نیازهای اولیه مردم را هم به ترکیه ارسال کنن. خود دولت ترکیه گفته که در حال حاضر بیشتر از 61000 نیروی امداد رسان در کنار نیروهای امنیتی ژاندارمری در حال رسیدگی به مردم هستند و تلاش میکنند که هرچی زودتر این بحران را مهار کنند. بحرانی که به نظر میرسه ساده نیست، وضعیت به شدت نگران کننده است. مردم حیران هستند، نمیدانند چی کار باید بکنند و ویدیوهایی که در رسانه ها پخش میشه واقعا قلب همه را به درد آورده، به این دلیل که کودکان جانشان را از دست دادن و امکان نجات این افراد به شدت سخت است با وضعیتی که در حال حاضر در این شهرها وجود داره. نرگس، حین صحبت‌های تو داشتیم تصاویر رو می‌دیدیم که بیشترشون با پهپاد گرفته بودن از آسمان، تصاویر شبیه
تصویری که آدم از آخر زمان داره به نظر میرسه. بسیاری از خونه ها خراب شدن، حتی اونایی که سالم موندن مشخصه دقیقا. که بنای خیلی محکمی ندارن. الان کسانی که اونجا در شهر هستن گمان میکنم همه که نمیتونن شهر رو ترک بکنن، چه وضعیتی دارن؟ الان نزدیک نیمه شب میخوان برن بخوابن، آیا به خونه های خودشون میرن؟ در خیابان در چادر هستن؟ چطوری زندگی میگذره؟ نه فرداد، اینجا همه ساختمان ها تقریبا خالی از مردم شدن. بسیاری از خانواده هایی که در حال حاضر اینجا هستند در خیابان ها بسر می برند، همه با همدیگر یک جمعیتی را تشکیل دادن و تلاش می کنند به همدیگر دلداری بتن. بسیاری از ساختمان ها حتی برق ندارن و خاموش هستند. ما می تونیم ببینیم که کل شهر بگونه به سکوت فرو رفته و همه جا تاریک هست. بسیاری ها را ما یک ساعت قبل از فرودگاه آدانا به اینجا آمدیم، دیدیم که فرودگاه آدانا به شدت شلوغ هست. تعداد زیادی از مردمی که حالا امکانش را دارن تلاش میکنن که از طریق پروازهایی که حداقل تا حالا وجود داره به شهرهایی برن که فکر میکنن امنیتشان میتونه تامین شوه، اما بخش بزرگی که در حال حاضر اینجا هستن در خیابان‌ها بسر میبرن و نیروهای امدادرسان تلاش میکنن با آنها مواد غذایی و کمپل و حداقل اون امکانات اولیه که بتانن در خیابان‌ها هم شبشان را به سحر برسانن برای آنها فراهم میکنن. ولی میتوانیم بگوییم که هوا به شدت سرد هست، مردم با وضعیت رخت‌باری دارن زندگی میکنن و ماندن که چی کاری میتونن بکنن. برخی هایشان با توجه به وضعیتی که دارن خشمگین هستن. بسیاری هایی که ما با آنها صحبت میکردیم میگفتن که میزان کمک رسانی آنچنانی که توقع میره در شهرهایی که آسیب دیدن وجود نداره، و در کناری که حالا بعضی های دیگه هم ستایش میکنن از آنچه که دولت ترکیه انجام داده، منتها با توجه به حجم آسیبی که این ده شهر دیده میزان کمک رسانی به نظر میرسه ناکافی هست و نیاز است که جهان و دولت ترکیه دنبال راههایی باشه که بتونه این بحران عظیم را به نحوی مهار بکنه. نرگس، تصاویر بسیار تکان دهنده است، ولی هر چقدر هم آدم تلاش بکنه اینکه آدم خودش رو بخواد جای کسانی که اونجا هستن بذارن تقریبا غیر ممکنه. خانه‌ت رو از دست دادی، هوا به شدت سرده و در این وسط احتمالاً تعداد زیادیشون هم از سرنوشت عزیزانشون بی‌خبرن. دقیقاً همین طور است. اینجا با بعضی هایی که ما صحبت کردیم حرفشان این بود که بسیاری ها دنبال عضوهای خانوادهشان هستند، بسیاری ها دوستانشان جانشان را از دست دادن و در حال حاضر نمیدانند که چی سرنوشتی در انتظارشان است. حتی در همین جایی که پشت سر من هست بسیاری ها زیر آوار هستند و نیروهای امداد میتوانند که صداهایشان را بشنوند، اما به دلیل این که میزان تخریب بسیار جدی هست تا هنوز با وجود تلاش‌های گسترده نتوانستند که قربانیان را از زیر آوار بیرون بیارن. این روزها میتونیم بگیم تلخ‌ترین شب و روز برای مردم ترکیه هست و همونطوری که تو گفتی هر قدر ما بخوایم تلاش کنیم که درک بکنیم مردمی را که در این وضعیت هستن، واقعا دشوار است با توجه به اینکه عزیزانشان ناپدید است و نمیدانند که چی زمانی قرار است از این وضعیت به یک حالت تقریبا عادی تر خواهند رفت. و به نظر میرسه وضعیتی نیست که حتی تا ماهای آینده هم بتونه مردم به وضعیت عادی و به زندگی عادیشان برگردن. ممنونم از تو نرگس هورخش، همکارم از آدانا در جنوب ترکیه.